در بیت 15 هم میگه در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. میگه در غم عشق ما روزها و این گذران عمر بیمعنی شدن. این چنان درگیر غم عشق هستیم که اصلا گذر روز و شب به چشمون نمیاد، متوجهش نمیشیم. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. یعنی این سوز و گداز عاشقی کار هر روز ماست، برای همینم نمیفهمیم که روز شب میشه، که شب روز میشه. اصلا این گذر ایام به چشم ما نمیاد، بخاطر اینکه کار هر روزمونه. یعنی میل به وصال دائمی است، منقطع نمیشه، همیشه این میل رو داریم. و در بیت 16 هم به زیبایی بیت قبلی یعنی 15 هم رو توضیح میده. میگه روزها گر رفت گو رو، باک نیست، تو بمان ای آن که جست و پاک نیست. در ادامه بیت قبل داره میگه باک به معنای ترس و نگرانی هست. میگه اگه این روزهایی که الان عرض کردم خدمتون در سوز و گداز عشق و عاشقی سپری میشه و میگذره، بذار بگذره، خیالی نیست، باکی نیست. من ترس و واهمه ای نداریم از اینکه روزامون اینجوری پرسوز و گداز سپری میشه، نمیفهمیم کی صبح شد کی شب شد، همینجوری عمرمون سپری شد. این سوز و گداز برای کسی که جویای حقیقته اصلا باعث تکامل هم میشه. میگه تو بمانه ای آن که جز تو پاک نیست. میگه اگه روزامون اینجوری میره میگذره خیالی نیست، ولی تو با حضرت حق صحبت میکنی. میگه ولی تو بمون، تو برای من باقی بمون، تویی که پاک و منزه و بری از هر عیب و ایرادی هستی و اصلا لایق پرستیده شدن، لایق پرستش و لایق مقام معشوق هستی. تو برای من بمون، اگه ایام و روزامون اینجوری میگذره بیخیال، باکی ندارم. بیت 17 هم که بسیار زیباست میگه هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزی است روزش دیر شد. منظور از روزی اینجا خوراک روزانه جسم نیست، منظور خوراک روح و معرفت هست. مفهومش اینه که هر کسی غیر از ماهی از نوشیدن آب سیر میشه، فقط ماهی سیر نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه بقیه آب رو برای رفع آتش می نوشن، ولی ماهی برای ادامه حیات و زندگی بهش نیاز داره، نباشه نمیتونه. این قصه عشق و عاشق. برای عاشق هم عشق مایه حیات. داریم که اگه عاشق واقعی باشید نمیتونید بدون داشتن عشق زندگی بکنید، که برای مولانا این عشق و این معشوق حضرت حق، این عشق براش مثل آب میمونه، مثل آب برای ماهی میمونه که برای ادامه بهش محتاجه. و خب مایه حیات عاشق عشق، و هر کسی از این بی نصیب باشه، هر کسی از این عشق بی نصیب باشه، حکایت مصرع دومه. هر که بی روزی است، یعنی هر کی از این عشق بدون نصیبه، روزش دیر شد. یعنی هر کی که از این عشق بی نصیب باشه در ظلمات شب میمونه، و هر چقدر هم که به انتظار روز و صبح بشینه، روزگار صبح نمیشه و روزش عملا دیر میشه. در بیت 18 هم میگه در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. و سلام یعنی همینو بس، ختم میکنم. یعنی میگه یک شخص خام و نادان و کسی که اصلا همچین دغدغه‌ای رو نداره، دغدغه فهم دلیل زنده بودنش رو نداره، نمیتونه حال کسی که تو این مسیر به پختگی رسیده، سالیان سال از غم این عشق در سوز و گداز بوده رو درک کنه. که یعنی عملا نمیفهمه وقتی یه نفر رو میبینه که در غم رسیدن به معشوق اونجوری داره غلیان و جوشش میکنه، که حالیش نمی متوجه نمیشه این چشه چه مرگشه. پس وقتی به این شرایط میرسید و به شخصی میرسید که خامه در این مسیر، سخن رو باید کوتاه بکنید. پس سخن کوتاه باید، سخن رو باید قطع بکنید، همینو بس. یعنی وقتی هنوز خامی اصلا حرف منو نمیفهم، برو پخته شدی بیا. در بیت 19 هم میگه بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. بند به معنی زنجیر هست، بکسل به معنی پاره کن، رها کن خودت رو. پسر هم منظورش پسر خودش نیستین، پسر معنوی هست. یعنی تمام مریدان، تمام کسانی که دارن این سخن رو میخونن و درگیر در حقیقت احوالات عرفانی و سیر و سلوک هستن، داره به اونا صحبت میکنه، اونایی که دارن در این مسیر قدم میذارن. تازه سیم که به معنی نقره هست، زر به معنی طلا هست، و خب سیم و زر همراه هم که میان کنایه از مادیات هستن.
داره به کسانی که میخوان بیان و در این راه قدم بردارن میگه این سیم و زر و مال و مقام و منصب و این گیر و گورا دام ها و زنجیرهای دنیوی که پاتو بستن رو رها کن، با اینا که نمیتونی پرواز کنی. اگه میخوای بیای تو مسیر سلوک و نزدیکی به معبود، اینا دست و پاتو میبندن. مادیات رو رها کن، مقام رو رها کن، منصب رو رها کن، پول رو رها کن، مالندوزی رو رها کن، همه رو بذار کنار، اینا بندن، اینا زنجیرن. در بیت 20 میگه گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد؟ قسمت یک روزه ای. بحر که معنی دریا هست، میگه کل نعمت ها و ریز و درشت این دنیا رو اگه یک دریا در نظر بگیریم، چه یه کوزه داشته باشیم بریم لب دریا، با چقدر میخوایم اون کل اون دریا رو هم بریزیم تو کوزه، چقدرش تو اون کوزه جا میشه؟ قدر یه کوزه دیگه. به چه هرس میزنیم اینقدر؟ گر بریزی بحر را در کوزه ای، دریا رو اگه بخوای بریزی تو کوزه، چقدرش تو کوزه جا میشه؟ چند گنجد؟ قسمت یک روزه ای. قدر یه روزت آب توی اون کوزه میتونی برداری ببری؟ این نمیتونی کل دریا رو بکنه توی یه کوزه که، بنازه مصرف یه روزه تو، نه بیشتر. هرچی هرس هم بزنی، هرچی زور هم بزنی، خودتو داری خسته میکنی. این مالندوزی نکن. چشم آدم حریص هیچ وقت سیر نمیشه. مسیر عرفانی میگه که تو از این کوزه، یعنی از تنت، یک مجرا و یک راهی به دریا پیدا بکن. این همیشه توی کوزه قده یک کوزه آب هست. بیت 21 میگه کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پردور نشد. فوق‌العاده است. داره میگه کوزه معمولی رو مثلا میشه پر کرد، یه کوزه رو میشه پر کرد، ولی اگر این کوزه چشم یک آدم حریص باشه هیچ وقت پر نمیشه. هرچی هم داشته باشه باز فکر میکنه خالیه. هر چقدر هم از مال دنیا به دست بیاره راحت نمیشه، خیالش آروم نمیگیره. در همین مسیر هم آخر تلف میشه. نمیدونم اینا رو دیدید، بعضی آدم ناراحت میشه واقعا این مسئله رو میبینه. یه سری افراد از صبح تا شب، نه کسانی که ندارن، من درک میکنم تو شرایط اقتصادی الان هممون درگیره امرار معاش هستیم و به سختی باید کار بکنیم که زندگی بکنیم، منظورم اونها نیست. اشخاصی هستن که دارن، یعنی اونقدر دارن که اصلا نمیدونن اینو چیکارش باید بکنن، چجوری باید خرجش بکنن. این به هر چی که میخوان باید بشکن، به هر چی که میخوان یک پلک زدن، یک چشم به هم زدن بهش میرسن، باز هم همونقدر حریصن و باز میخوان. این که عجیبه برای من. آخر تو همون مسیر تلف میشه، چون اینقدر داره میدوه که به دست بیاره، آخر سر میرسه به خط پایان. بالاخره یه روز این قلب از تپش میسته و بالاخره وقت مرگش فرا میرسه. و خب این همه که جمع کرده رو چه میکنی؟ چی کارش میخوای بکنی؟ اصلا وقت نکرده ازش استفاده بکنه. این میگه چشم حریصه، این کوزه چشم حریصه. میگه اگه این کوزه رو میشه پر کرد، ولی چشم حریص رو نمیشه پر کرد. اگه این چشم حریص، اینو تشبیه به کوزه بکنیم که برای یک حریص داریم این نماد رو به کار میبریم، این کوزه هیچ وقت پر نمیشه. هرچی هم آیدش شده اصلا استفاده نمیکنه ازش. و مصرع دوم اشاره به یک باور قدیمی میکنه، میگه تا صدف قانع نشد پردور نشد. میگه قدما قدیمی ها معتقد بودن که وقتی بارون میاد، صدف میاد روی سطح آب و خب این باز میشه و یک چند قطره از بارون میگیره و این در صدف بسته میشه و میره در قعر دریا و شروع به ساخت و پرداخت مروارید میکنه. حالا این تصور قدما و قدیمی ها بوده که اینجا دقیقا همون رو بیان کرده. میگه تا صدف قانع نشد پردور نشد، یعنی وقتی این صدف دو سه تا قطره از بارون، آب بارون گرفت، بسته میشه و میره پایین. چون اگر همینجوری باز بمونه و همینجوری آب بارون رو بگیره، پر از آب بشه، دیگه فضایی درش نمیمونه که توش مرواری تولید بکنه. پس دو سه قطره از این آب بارون رو میگیره و میره اون پایین و شروع به ساخت و پرداخت کردن یک مروارید میکنه. البته میگم روش تولید مروارید که این نیست، قدما و قدیمی ها به این معتقد بودن که اینجا اون مثال رو زده برای فهم بهتر. و در بیت 22 میگه هر که را جامز عشقی چاک شد، او زهرس و جمله ای بی پاک شد.
جامه به معنی لباس هست که اینجا کنایه از خودخواهی و نفسانیت هست. و داره میگه هر کس که این لباس خودخواهی و خودپرستی رو از تن در بیاره و چاکش بده و عاشق حضرت معشوق و معبود بشه، از هر مدل حرص و عیبی پاک میشه. او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. چرا؟ چون عشق اخلاق میاره. نمیتونم دقت کردین یا نه، یک آدم مال دوست هم وقتی که عاشق میشه سر کیسه های مهر و موم کرده پولشو بالاخره باز میکنه، هر اون چه که داره همه اموالش، و در روح اون عشق همه رو خرج میکنه، حتی اگر مال دوست بوده باشه ولی عاشق شده باشه. مثلا به نظر من زیباترین بیتی که از دهان مبارک مولانا خارج شده یک بیت هست در دیوان شمس که میگه خنوکان قماربازی که بباخت آنچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. همین بشاره به همین میکن، عاشق اگه باشی همه رو میدی میره، ولی اگه عاشق باشی